صفاحی و آقای سعید زیبا این بازی آغاز خواهد شد. اجازه بدین از این لحظه آغاز میشه بازی شمس‌آذر قزوین و مس رفسنجان. و این بر همه توپا رو خوب جمع کرده تیموری. اعرابی یه پاس توی عمق، فرصت هست برای بازیکن شمس‌آذر، یه فرصت دیگه که حامد لک خودشو پرتاب میکنه و اجازه نمیده توپ وارد دروازه شه. آفرین به حامد لک. ببینیم صحنه آهسته رو. اینجا توپ برخورد کرد به خود بازیکنای مصر و اینجوری خودشو انداخت جلوی توپ حامد لک و اجازه نداد دروازش باز شه. باز هم فرشید باقری، یه پاس بلند مهدی ترکمان، ببینیم به توپ میرسه یا نه، که سرعت توپ بالاست و با مشایعت جعفرپور به بیرون رفت. فراز امام علی، دو سه تا مسی حضور دارن، یه پاس توی عم، فرصت اونجا هست، ببینیم چیکار میکنه. یه سر توپ از آزاد منش میاره توپ روی پای چپش و با ضربه ای که میزنه توپ به بیرون میره. علی، ترکمان و تیموری هم اونجا هستن. خود امام علی یه ضربه رو به توپ میزنه که از کنار دروازه حامد لک توپ به بیرون رفت. ضربه فراز امام علی، توپ رو بلند به زمین شمس‌آذر میفرسته. مهدی ترکمان اونجا هست، یه ضربه رو به توپ میزنه، ضربه کمجونه مهدی ترکمان که توپ رو در آغوش میگیره جعفرپور. یه بازیکن رو جا میذاره از پیش خودش، میره توی محوطه جریمه، توپ رو به بیرون میزنه و چیکار کرد رامتین سلیمان زاده؟ سرش رو جلوی توپ گذاشت و برخورد کرد به پای بازیکن شمس‌آذر و شاکی هم شد. عربی یه پاس توی مقام، یه فرصت هست اونجا برای بازیکنای و توی دروازه، گل، گل برای شمس‌آذر قزوین. اصلا کسی فکرشو نمیکرد این توپ توی دروازه بره توسط عیسی مرادی، بازیکن شماره 8 شمس‌آذر. یه ضربه خیلی آروم رو به توپ زد. اینجا رامتین تک زد و نتونست توپو کنترل کنه و با این ضربه عیسی مرادی توپ به دروازه رفت و میثم تیموری هم اونجا کار خاصی رو نتونست انجام بده. میثم پشت عیسی بود و اینجا به راحتی توپ توی دروازه رفت. 50مین دقیقه، 1-0 شمس‌آذر. فرصت خوبی است، بلند ارسال و بیرون میاد حامد لک و مماسه تیر دروازه، توپ بیرون میره. عیسی مرادی برای دومین بار دروازه مصر رو باز کنه و مرادی دو گله بشه تو این بازی. خود نصیری میانه میدان، محبی رو به عقب، توپ لو رفت، عیسی مرادی و توی دروازه، گل، گل، گل برای شمس‌آذر روی ضربه عیسی مرادی. 2-0. بله، در شهر رفسنجان 2-0 عقب میفته مثل رفسنجان. چه اتفاقی افتاد؟ اینجا صاحب توپ شد مرادی و با یه ضربه خیلی راحت، خیلی راحت باز کرد دروازه رو و حامد لک هم فقط نگاه کرد توپ رو. خدابنده لو جهت بازی رو عوض میکنه. باز هم خود خدابنده، یه پاس کوتاه، صاحب توپ اونجا روی زمین میفته بازی کنه شمس‌آذر و اعلام پنالتی، اعلام پنالتی به نفع مثل رفسنجان و درگیر میشه اونجا بازیکنای شمس‌آذر با داور، اعتراض شدید. حالا میبینیم صحنه آهسته رو که چه اتفاقی افتاد. اینجا اتفاق افتاد و آقای ایمان کهیش یک ضربه پنالتی رو اعلام کرد به نفع مصر. هرچقدر نیمه اول نیمه آروم و ساکتی بود، نیمه دوم خیلی نیمه بهتری است. ببینیم ضربه پنالتی رو چی کار میکنن و کی قراره پشت توپ قرار بگیره. محبی پشت توپ و به بیرون میزنه
به بیرون میزنه ضربه پنالتی خودش رو. محمد مهدی محبی دقیقا برخلاف جهت جعفر پور توپ رو به بیرون زد. محمد مهدی محبی این و حسن جعفری هم هست. یه فرصت خدابنده، یه ضربه از محسن آذرباد با پای چپ که جمع کرد جعفر پور. یه زده حمله دیگه، باز هم فرصت هست، ببینیم چی کار میکنن با این توپ. سلیمان زاده یه تکل میزنه بی حاصله، باز هم فرصت، رو به عقب و توی دروازه. گل، گل برای شمس‌آذر. دقیقی رو ببینین چقدر خوشحاله، باید هم اینقدر خوشحال باشه امیر محمد نسائی. باز هم تکل ناموفق رامتین سلیمان زاده و سومین گل این دیدار رو که امیر محمد نسائی به ثمر میرسونه. تک میزنه ناموفقه، خودش توپ رو میزنه به یکی از مسی ها برخورد میکنه. حسن جعفری هم یه تک اونجا زد و نتونست کار خاصی انجام بده و سومین گل هم به ثمر رسید. باز هم زده حمله و الام آفساید. اینجا جعفری یه تک زد، توپ به پاش برخورد کرد و به این صورت در درون دروازه مثل رفسنجان جا گره. شمس‌آذری‌هان که صاحب توپن، گودرزی بود، حالا فرصت پشت محوطه جریمه، ببینیم اتفاق خاصی میفته نه. یه ضربه به توپ میزنه و به بیرون میره ضربه بازیکن شماره 16 رحمان جعفری. فرشید باقری پا به توپ جلو میاد و سوت پایان دیدار تیم‌های مثل رفسنجان و شمس‌آذر قزوین.